بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر سوره اعلا، بیان قدرت الله سبحانه و تعالی و رهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنان. الله سبحانه و تعالی می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا. نام پروردگار بلند مرتبه اد را به پاکی یاد کن، یعنی نام پروردگار بلند مرتبه اد را از همه صفات های ناپسنده که سزاوار او نیست پاک بدان، و او را با همه صفات های نیکی که خودش را به آن وصف کرده است مقدس بشمار، به دلیل اینکه الله سبحانه و تعالی در ذات و صفاتش بلند مرتبه است و بلند و بنده ناچیز و تقصیر کار می باشد. الله سبحانه و تعالی به طور امر فرموده است که سبح و تسبح در هنگام فروروی در وادی ها و در همواری ها سنت است، همچنانه که در هنگام بالا رفتن به بلندی ها تکبیر گفته می شود. و دلیل این که در حدیث آمده است وقتی فرود آمدیم تسبیح می گفتیم و آنگاه که بالا می رفتیم تکبیر می گفتیم. ذاتی که آفرید و منظم و مرتب ساخت، یعنی پروردگاری که انسان را آفرید، صورت بخشید، شکلش را نیکو ساخت، قامتش را برابر داشت، اعضایش را مناسب نمود و آفرینش او را زیبا ساخت تا از عهده تکالیف براید. و ذاتی که خوشبختی و بدبختی را مقدر کرد و هدایت نمود، یعنی الله سبحانه و تعالی که هر چیز را مقدر نموده است به انجام هدف آن توفیق بخشیده است، به رویش درست به دست آوردن نیازهای زندگیش راهنمایی نموده است و هر مخلوقات را به نیازهای حیاتش دلالت کرده است. و الذی اخرج المرعا، و ذاتی که چراگاه برآورد، یعنی الله سبحانه و تعالی که چراگاه ها را سرسبز ساخته و سبزه ها را از زمین بیرون آورده است، طوری که باغ های سبز و درخ های میوه‌دار دارد و زیب و زینت یافته است. سپس آن را خشک شده و سیاه گشته ساخت، باز آن را بعد از این همه خرمی، سرسبزی، نورانیت و زیبایی خشک میکند و در هم میشکند، طوری که آن را بادها پراکنده میکنند. زندگانی نیز همچنین است که فنا و زوال را در پی دارد. قرآن را به تو آمیزش خواهم داد پس هرگز فراموش نخواهی کرد، یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، دود است که قرآن را از راه جبریل علیه السلام برایت بیازماییم، چنانه که آنچه را از آن بشنوی فراموش نکنی، یعنی ما حفظ آن را به عهده گرفتیم و از فراموشی قرآن از سینه‌ات ترس نداشته باش. الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى، مگر آنچه که الله بخواهد، بگمان او آشکار و نهان را می داند، یعنی مگر آنچه که الله سبحانه و تعالی اراده نسخ آن را داشته باشد که آن را بر اساس حکمت فراموشت می سازد، زیرا حق تعالی امور آشکار و پوشیده را می داند و او به مصالح بندگان آشکار و پنهان آن داناتر است. و
و انجام عمل نیک را برایت آسان میکنیم. یعنی در همه کارها تو را به آسانترین راه و سهلترین رویش توفیق میبخشیم. زیرا رویش تو سماحت، دعوتت رحمت و رسالتت بشارت است. پس اگر پند دادن مفید باشد یا نباشد پند بده. یعنی آنگاه که موعظه فایده داشته باشد مردم را نصیحت نما، به سوی حق راهنمایی کن، به هدایت فرا خوان و در نصیحت هایت سعی کوشش داشته باش. کسی که از الله می ترسد پند می گیرد. یعنی به زودی پرهیزگاران با نصیحت استقامت خواهند یافت. اما بدبختان از آن رو می گردانند. بله، هر که از پروردگارش می ترسد موعظه فایدهش می رساند. می ترسد، پند می گیرد، به او آگاهی بخشیده می شود. چون در دلش حیات وجود است، فطرت معتدل دارد و در قلبش نور باقی است. و بدبخترین شخص از آن دوری می جوید. اما هر بدکار و بدبخت پند را ترک می کند، به آن گوش نمی دهد و به حافظه اش نمی سپارد، نصیحت کننده را نمی داند و دلش نرم نمی شود. زیرا دلش کور است، چشمانش نمی بیند، نفسش تاریکی دارد و از اصلاح شدن او آرزو برده نمی شود. همان کسی که وارد آتش بزرگ می شود. یعنی جزای این کافر فاجر دوزخ است که او را با آتش می سوزانند، با آتش بریان می کنند و حرارت دوزخ را زیاد می گردانند. زیرا او با دین به جنگ پرداخته است و وحی را رد نموده است، پیامبر را دروغ پنداشته است و برای رواج گمراهی تدبیر سنجیده است. سپس در آن نمی میرد و نه به خوشی زندگی میکند. یعنی این کافر در آتش دوزخ نه می میرد تا عذاب راحت یابد و نه به حیات نیکویی و راحت زنده می شود، بلکه در سخت‌ترین عذاب به سر می برد. یعنی به عقوبت گرفتار و در میان دوزخ مقیم است. بله، دشوارترین زندگی بر انسان روزی است که نه زنده امیدوار باشد و نه مرده که طور کامل نابود شود. براستی هر کس که پاکی جوز رستگار شود. یعنی قسم به الله که هر کس که خود را از گناه پاک سازد، از عیبها دوری جوید و به پروردگار اخلاص ورزد، کامیاب و بهرمند شده است. به رضایی حق تعالی دست یافته است و بهشت جایگاه او است. و ذکر اسم ربه فصلا، و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارید. یعنی نام پروردگارش را در دل و زبانش یاد کرده و برای پروردگارش با مراعات نماز خوانده است. یعنی عبادت قولی، فعلی و بدنی خداوند را انجام داده است. ذکر نماز به گونه خاص به آن سبب است که ستون دین است و رفشنی چشمی بندگان می باشد. بل تؤثرون الحیات الدنیا، ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می دهید. یعنی بلکه شما دوستی دنیا را بر دوستی آخرت مقدم می دارید. حیات فناپذیر را بر حیات ابدی برتر دانستید. برای تحصیل آنچه که عاجل است تلاش می ورزید و از آنچه که در آینده وعده داده شده چشم پوشیده اید.
حال آنکه آخرت بهتر و پایدارتر است، یعنی حال آنکه آخرت از دنیا بهتر است. بله، آخرت در بقا سرای نعمتها و پاداشهای نیکو است و دنیا داری فناپذیر جای بلاها و دشواریها است. این رهنمود در صحیفه های نخستین نیز بود، یعنی براستی که نصیحت های این وحی محکم و کلامی با کرامت و پربرکت با توصیه های فایدناک و مفیدش در کتاب های نازل شده پیش از قرآن نیز موجود بوده است. صحیفه های ابراهیم و موسی، یعنی آن کتاب ها صحیفه های ابراهیم و صحیفه های موسی علیه السلام است که از جانب الله سبحانه و تعالی به سوی آنها وحی شده است و این دو نفر از پیامبران به خاطر فضیلتشان به گونه مخصوص یاد شده اند. بر این اساس همه پیامبران و کتاب های آسمانی در امور چون محاسن اخلاق و فضایل اعمال با یکدیگر متوافقند.